به نام خدا و با سلام خدمت دانشجویان عزیز و گرامی، دکتر امام قریشی هستم و در این جلسه در خصوص اوپیوید آنالژزیک صحبت خواهم کرد. به عنوان مرجع میتونید از کتاب بیسیک اند کلینیکال فارماکولوژی نویسنده کاتسونگ چاپ 2018 فصل 31 استفاده کنید و همچنین درسنامه در این ارتباط در سایت گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی قرار داده شده که میتونید مطالعه بفرمایید. آنالژزیکس از نظر تعریفی داروهایی هستند که برای ما ایجاد آنالژزی یا بیدردی میکنن و این داروها علت درد را از بین نمیبرن، یعنی ایجاد بیدردی میکنن در حالی که عامل ایجاد کننده درد حضور داره. بنابراین داروهای آنالژزیک یا داروهای ضد درد درمان علت نیستن بلکه درمان علامتی هستن، یعنی مشکلی که باعث ایجاد درد شده رو روش کاری ندارن بلکه علامتش رو که به صورت درد داره خودش رو ظاهر میکنه کاهش یا تسکین میدن. داروهای ضد درد به دو دسته اصلی تقسیم بندی میشن: داروهای شبه آسپرینی و استامینوفن، که داروهای شبه آسپرینی رو تحت عنوان داروهای NSAIDs یا داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی میشناسین که این دسته داروهایی هستند که اساساً از طریق مکانیزم‌های محیطی ایجاد بیدردی میکنن. دسته دوم داروهای آنالژزیک اوپیوئیدز یا داروهای اوپیوئیدی هستند که مکانیزم اصلی ضد دردی اون از طریق مکانیزم‌های مرکزی هست و تمرکز امروز ما در این مبحث خواهد بود. در این مبحث ابتدا می‌پردازم به منشأ اوپیوئیدها که از کجا وارد بازارهای دارویی و یا کلینیک شدن به عنوان داروهای ضد درد، سپس میپردازیم به رسپتورهای اوپیوئیدی و داروهای اوپیوئیدی رو باهاشون آشنا میشید، سپس با مکانیزم اثر ضد دردی اوپیوئیدها آشنا خواهید شد و بعد از اون میپردازیم به کاربردهای درمانی و موارد استفاده درمانی و عوارض جانبی اوپیوئیدها. منشأ اوپیوئیدها از اوپیوم یا تریاک هستش یا همون شیره گیاه خشخاش که سابقه استفاده از اون به عنوان ضد درد به 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده که به همون شکلی که در طبیعت وجود داشته انسان ازش استفاده می‌برده. بعدها که علم پیشرفت می‌کنه مشخص میشه که ماده‌ای که در تریاک مسئول اثر ضد دردی اون هستش آلکالویدی هست به نام مورفین و ما می‌دونیم که امروزه 10% آلکالویدهای موجود در اوپیوم یا تریاک رو مورفین تشکیل میده. با شناخته شدن ساختار شیمیایی مورفین و تغییراتی که بر روی ساختار شیمیایی مورفین داده شده، یک سری داروهای دیگه‌ای رو به دست آوردن که مانند مورفین به رسپتورهای اون در داخل بدن متصل می‌شد. و باز بعدها که ساختار رسپتورهای اوپیوئیدی مشخص شد، یک سری داروهای دیگه‌ای ساخته شدن که هیچ شباهت ساختاری به مورفین نداشتن ولی به رسپتورهای مورفین در داخل بدن متصل می شدن. بنابراین امروزه تمام این داروهایی رو که ما تحت عنوان اوپیوئیدز ازشون نام میبریم شامل تمام داروهایی میشن که به رسپتورهای مورفین در داخل بدن متصل میشن. حالا ممکنه منشأشون از ساختار شیمیایی مورفین باشه یا از ساختار شیمیایی مورفین مشتق نشده باشه و ارتباطی به مورفین از نظر ساختار شیمیایی نداشته باشن. داروهای اوپیوئید رو اشاره داشته باشیم که از نظر طبقه بندی در گروه داروهای نارکوتیکس طبقه بندی میشن و وقتی ما راجع به اصطلاح نارکوتیک صحبت میکنیم داروهایی هستند که میتوانند مورد سوء استفاده قرار بگیرن یا اعتیاد آور باشن. یعنی هر دارویی که بتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره یا اعتیاد آور باشه بدون در نظر گرفتن نوع اثر فارماکولوژیکی که ایجاد میکنه ما بهشون میگیم نارکوتیکس. بنابراین مثلا مواد دیگه رو ممکنه شما شناخته باشید یا شنیده باشید مثل کوکائین یا کانابیس که حشیش هستش
هستش، اینا هم در گروه داروهای نارکوتیکس طبقه بندی میشن، چون اعتیاد آورن، میتونن مورد سوء استفاده قرار بگیرن، ولی از نظر اثرات فارماکولوژیکی که ایجاد میکنن هیچ شباهتی به هم دیگه یا به اوپیویدها ندارن. بنابراین اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، اوپیویدها نارکوتیکس هستن، ولی هر نارکوتیکی لزوماً اوپیوید نخواهد بود. در رابطه با این مسئله اعتیاد آوری اوپیویدها، مجدداً در قسمت عوارض جانبی اونها صحبت خواهم کرد. اینجا فقط تاکید من بر این بود که اوپیویدها در گروه داروهای نارکوتیکس طبقه بندی میشن و به عنوان نارکوتیک آنالژزیکس شناخته میشن، در حالتی که داروهای شبه آسپرینی و استامینوفن نان نارکوتیک آنالژزیکس هستند، یعنی داروهای ضد دردی که اعتیاد آور نیستند. داروهای اوپیویدی از طریق اتصال به رسپتور عمل میکنند و تا کنون 3 تا رسپتور برای اوپیویدها شناخته شده، شامل رسپتورهای میو، کاپا و دلتا که هر کدوم ساب تایپ هایی دارن. توزیع این رسپتورها در سیستم عصبی مرکزی متفاوت هستش. اثرات فارماکولوژی مختلفی میتونه از طریق این رسپتورها مدییت یا میانجی بشه، اما هر سه این رسپتورها و ساب تایپشون در ایجاد یک اثر با هم مشترک هستند و اونم اینه که هر دارویی به عنوان آگونیست به این رسپتورها متصل بشه میتونه برای ما ایجاد آنالژزی یا بیدردی بکنه. از نظر تقسیم بندی این رسپتورها در گروه رسپتورهای متصل به جی پروتئین طبقه بندی میشن و با فعال کردن جی پروتئین یا کانال پتاسیم رو باز میکنن یا کانال کلسیم رو میبندن. بنابراین کاری که این داروها یه اوپیویدی برای ما انجام خواهند داد، کاهش فعالیت نورون‌ها خواهند بود و باعث جلوگیری از انتقال ایمپالس‌های عصبی میشن. این مسئله رو در مسیرهای درد در اسلاید‌های بعدی که راجع به مکانیزم اثر داروهای ضد درد اوپیویدی صحبت میکنم بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد که چگونه این رسپتورها در مسیر درد با کاهش عملکرد نورونی میتونن باعث ایجاد آنالژزی یا بیدردی بشن. قبل از اینکه راجع به مکانیزم اثر داروهای اوپیویدی صحبت کنم، ابتدا با اسامی داروهای اوپیویدی آشنا بشیم. به این منظور داروهای اوپیویدی رو از نظر عملکرد در سطح رسپتور طبقه بندی میکنیم. اولین گروه داروهای اوپیوید رو تحت عنوان داروهای پیور آگونیست یا آگونیست‌های خالص نامگذاری میکنیم که اینها اساساً داروهایی هستند که فقط به صورت آگونیست میتونن به رسپتورهای اوپیویدی متصل بشن، یعنی بر روی رسپتورهای میو، کاپا و یا دلتا به عنوان آگونیست اتصال پیدا میکنن. اما بیشترین تمایل این دسته از داروها به رسپتور میو هست و به همین دلیل به اونها میو آگونیست گفته میشه. یعنی با وجودی که ممکنه اثرات ضد دردیشون رو به غیر از طریق رسپتور میو از طریق رسپتورهای دیگه مثل کاپا و دلتا هم ایجاد بکنن، ولی چون بیشترین اثر بخشی خودشون رو از طریق گیرنده میو ایجاد میکنن، به عنوان داروهای میو آگونیست شناخته میشن. این دسته از داروها رو از نظر افیکیسی میتونیم به دو دسته تقسیم بندی کنیم. یک گروه از داروهای میو آگونیست که بیشترین اثر بخشی یا ماکسیمم افکت رو به عنوان ضد درد میتونن برای ما ایجاد بکنن و تحت عنوان استرانگ اوپیوید آگونیست ازشون نام میبریم. یعنی اینها داروهایی هستن که بیشترین اثر ضد دردی رو برای ما ایجاد میکنن، ماکسیمم افکتشون به عنوان ضد درد از تمام داروهای دیگه اوپیویدی بیشتر هستش و اساساً برای تسکین دردهای شدید یا نسبتاً شدید استفاده میشن که دردهایی که به داروهای دیگه پاسخ نمیده. در این گروه ما میتونیم از مورفین نام ببریم و داروهای دیگه مثل مپردین، فنتانیل و مشتقات فنتانیل و متادون.
اما دسته دیگه از داروهایی که تحت عنوان میو اگونیست تقسیم بندی میشن ولی از نظر افیکیسی یا ماکزیموم اثر که به عنوان ضد دردی ایجاد میکنن در حد گروه اول نیستن، داروهایی هستند که تحت عنوان مایلد تو مودریت اوپیوید اگونیست ازشون نام میبریم، مثل کدئین یا هیدروکودون. این گروه آگونیست های ملایم تا متوسط باز به گیرنده میو متصل میشن، اثر ضد دردی ایجاد میکنن ولی حتی در بالاترین دوزی که به کار برده میشن ماکسیموم افکتشون هیچ وقت به حد گروه اول یعنی در حد مورفین نخواهد رسید. این دسته از داروها رو بیشتر به صورت ترکیبی با استامینوفن یا داروهای انسید مثل ایبوپروفن استفاده میکنن، به این دلیل که دو تا دارو از دو مکانیزم مختلف دارن ایجاد اثر ضد دردی میکنن و میتونن اثر سینرژیستیک ایجاد بکنن، به این معنی که وقتی ما استامینوفن کدئین رو به کار میبریم اثر ضد دردی که برای ما ایجاد میکنن بیشتر از مجموع اثر ضد دردی کدئین و استامینوفن هست، به عبارتی یک به اضافه یک بیشتر از دو به ما اثر ضد دردی خواهد داد. با اون وجودی که اثر سینرژیستیک ایجاد میشه با ترکیب کدئین با داروهای شپ آسپرینی و استامینوفن، ولی باز هم ماکسیموم افکتی که ایجاد میشه به حد گروه اول که مورفین هست نخواهد رسید. این دسته از داروها رو بیشتر گفتم برای دردهای ملایم تا متوسط استفاده میکنیم. دسته دوم داروهای اوپیویدی تحت عنوان میکس اگونیست آنتاگونیست تقسیم بندی میشن که منظور ما در اینجا داروهایی خواهند بود که بر روی یک رسپتور اوپیوید به عنوان اگونیست و بر روی رسپتور دیگه اوپیویدی به عنوان آنتاگونیست متصل میشن. مثلا اگر داروی پنتازوسین رو به عنوان مثال ذکر بکنیم، دارویی هستش که بر روی گیرنده کاپ ها به عنوان اگونیست متصل میشه و بر روی گیرنده میو به عنوان آنتاگونیست. بنابراین پنتازوسین به عنوان یک داروی آنالژزیک یا ضد درد اثرات خودش رو از طریق گیرنده کاپ ها ایجاد میکنه و به عنوان یک داروی کاپا آگونیست معروف هستش. این دارو وقتی به عنوان کاپا آگونیست به عنوان ضد درد استفاده میشه، مسئله آنتاگونیست گیرنده میوش به عنوان ضد دردی برای ما کاری انجام نمیده. این اثر میو آنتاگونیستیش در جای خودش رو میتونه نشون بده که یک داروی آگونیست میو حضور پشت داشته باشه، به این معنی که اگر ما مثلا پنتازوسین رو به همراه مورفین با هم دیگه ترکیبی بخوایم به کار ببریم، در این صورت پنتازوسین به دلیل که آنتاگونیست گیرنده میو هستش میتونه جلوی اثرات مورفین رو بگیره و اثر ضد دردی مورفین رو برای ما کاهش بده. بنابراین این ترکیب یک ترکیب مناسبی از نظر بالینی نیستش و هیچ رشنالی برای استفاده از ترکیب پنتازوسین و مورفین وجود نداره، چون نه تنها اثر ضد دردی رو برای ما زیاد نمی‌کنه، بلکه داره جلوی اثر ضد دردی یک داروی قوی مثل مورفین رو هم میگیره. مثال دیگه که میتونیم اینجا نام ببریم داروی بوپرینورفین هستش که بر روی رسپتور میو به عنوان پارشال آگونیست متصل میشه و بر روی گیرنده کاپا آنتاگونیست هستش. بنابراین در اینجا بوپرینورفین به عنوان یک داروی آگونیست گیرنده میو اثرات ضد دردیش رو از طریق گیرنده میو ایجاد میکنه و روی گیرنده کاپا که آنتاگونیست هستش. بنابراین این دو مثال رو که زدم به این معنی خواهد بود که ما داروهای میکس اگونیست آنتاگونیستمون میتونن متفاوت باشن، یعنی داروهایی داری که روی گیرنده میو آگونیست و روی گیرنده کاپا آنتاگونیست یا روی کاپا آگونیست و روی میو آنتاگونیست به شکل‌های مختلفی ممکنه وجود داشته باشن. این ترکیبات هم ایجاد اثر ضد دردی میکنن ولی باز هیچ کدومشون از نظر ماکسیموم افکت به مورفین نمیرسن. و اما گروه آخر داروهای اوپیوید ما تحت عنوان پیور
انتاگونیست ازشون میتونیم نام ببریم، که همون جور که مشخصه آنتاگونیست خالص به این معنی که بر روی هر کدوم از رسپتورهای اوپیوید که متصل بشن به عنوان آنتاگونیست عمل میکنن. روی رسپتور میو، کاپا و دلتا به عنوان آنتاگونیست متصل میشن، اثر آگونیستین ندارن. بنابراین داروهایی هستن که به عنوان ضد درد کاربردی برای ما ندارن و فقط به عنوان داروهای آنتاگونیست میتونیم برای جلوگیری از اثرات داروهای آگونیست رسپتورهای اوپیویدی استفاده کنیم، مثل نالوکسان و نالمیفن و نالترکسون. از نالوکسان و نالمیفن به صورت تزریق داخل وریدی اساساً برای اووردوز یا مسمومیت‌های ناشی از داروهای آگونیست رسپتورهای اوپیوئید استفاده میشه و تفاوت این دوتا در مدت اثرشون هست که نالمیفن مدت اثرش طولانی تر از نالوکسن هستش، بنابراین از نظر فواصل تجویزش طولانی تر از نالوکسان خواهد بود. اما داروی نالترکسون به صورت قرص خوراکی هستش و بیشترین کاربردش در ترک اعتیاد به داروهای اوپیوئیدی هستش که دارای مدت اثر طولانی هستش و یک دوز از نالترکسون میتونه تا 48 ساعت جلوی اثرات اوپیوئیدها رو بگیره. در این استایل ساختار شیمیایی مورفین رو ملاحظه می‌فرمایید که اگر به خاطر داشته باشید گفتم از روی تغییراتی که در ساختار شیمیایی مورفین ایجاد می‌کنند داروهای اوپیوئیدی متفاوتی به دست آوردم که این داروهای جدید میتونن از نظر فارماکودینامی یا فارماکوکینتیک با مورفین متفاوت باشن. مثلا خود داروی نالوکسان که آنتاگونیست رسپتورهای اوپیوئیدی هستش از تغییر بر روی ساختار شیمیایی مورفین به دست اومده، و یا هروئین که آگونیست گیرنده میو هست باز از تغییر در ساختار مورفین به دست اومده در اون دو ناحیه‌ای که هیدروکسیل قرار گرفته یا عامل OH در ساختار مورفین قرار گرفته، در اینجا عامل استیل وارد میکنن تبدیل میشه به هروئین، یعنی در واقع هروئین مشتق دی استیله مورفین هستش و به این طریق با این تغییر در ساختار مورفین باعث میشه که هروئین حلالیتش در چربی بیشتر از مورفین باشه، بیشتر از مورفین از سد خونی مغزی عبور کنه وارد CNS بشه و به همین دلیل اثر اعتیاد آوریش بیشتر از مورفین هست. با وجودی که دارای اثر ضد دردی هست هروئین، ولی به خاطر اثر اعتیاد آوری قویش به عنوان یک داروی ضد درد در کلینیک تجویز نمیشه. در اسلاید های قبلی راجع به رسپتورهای اوپیوئیدی صحبت کردیم و داروهای اوپیوئیدی رو از نظر عمل کرد در سطح این رسپتورها طبقه بندی کردیم. اما ببینیم اوپیوئیدها از طریق اتصالشون به این رسپتورها چه اثرات فارماکولوژیکی میتونن ایجاد کنن. اثرات متفاوتی از طریق این رسپتورها، یعنی رسپتورهای میو، کاپا و دلتا میتونه به وسیله اوپیوئیدها میانجی بشه، ولی مهمترین اثر فارماکولوژیکشون که از نظر بالینی برای ما حائز اهمیت ایجاد آنالژزی یا بیدردی هست و مهمترین کاربردشون هم در کلینیک به عنوان داروهای ضد درد هست. بنابراین من میپردازم به مکانیزم اثر ضد دردی اوپیوئیدها و بعد کاربردشون رو به عنوان ضد درد ذکر خواهم کرد. سایر اثرات فارماکولوژیک اوپیوئیدها رو در بخش عوارض جانبی صحبت میکنم، یعنی زمانی که ما داروهای اوپیوئیدی رو به عنوان آنالژزیک استفاده میکنیم سایر این اثراتی رو که نام خواهم برد به عنوان عارضه جانبی برای ما محسوب میشن، هرچند که بعضی از این عوارض جانبی اوپیوئیدها در یک جای دیگه ممکنه کاربرد کلینیکی داشته باشن که در اونجا هم اشاره خواهم کرد که از کدوم یک از این عوارض جانبی اوپیوئیدها یا سایر اثرات فارماکولوژیکی اوپیوئیدها ما به صورت بالینی ازشون استفاده میکنیم. در روی این اسلاید محل‌های عملکرد اوپیوئیدها رو بر روی مسیرهای درد
نشون داده با حروف A و B و C محل اثر یا عمل اوپیوئیدها رو نمایش داده. توجه بفرمایید در قسمت چپ شکلی که ملاحظه می کنید مسیر بالا رونده درد هستش که از منطقه محیطی که با A نمایش داده شده شروع میشه و زمانی که به بافت صدمه وارد بشه تحریک این مسیر پیام عصبی رو میاره توی منطقه نخاعی. در منطقه نخاعی با یک سری نورون‌های دیگه سیناپس پیدا میکنه که از منطقه اسپاینال یا نخاع شروع میشه، میره به سمت تالاموس و سپس به مناطق سوماتوسنسوری کورتکس و لیمبیک سیستم انشعاباتی فرستاده میشه. زمانی که این مسیر اسپاینوتالامیک، یعنی مسیری که از نایه اسپاینال شروع میشه به تالاموس ختم میشه، این مسیر تحریک بشه، ما درد رو احساس میکنیم و اون رو از نظر کیفیت، شدت، از نظر محل ارزیابی میکنیم و یک سری واکنش های احساسی نسبت به درد ایجاد میشه. این مسیر بالا رونده یا ascending pain pathway بنابراین تحریکش باعث ایجاد درد خواهد شد. اما در کنار این مسیر بالا رونده یک مسیر پایین رونده درد رو داریم که شکل سمت راست هستش که از مناطق بالاتر از نخاع شروع میشه، اساساً از منطقه میت براین یا مغز میانی و بعد از اون وارد مدولا یا مثلا نخاع میشه و نهایتاً به ناحیه اسپاینال ختم خواهد شد. این مسیر پایین رونده یا descending pain pathway اگر تحریک بشه باعث کاهش درد میشه، یعنی اثر مهاری بر روی درد خواهد داشت. پس مسیر بالا رونده تحریکش ایجاد درد میکنه، مسیر پایین رونده تحریکش درد رو کاهش میده و بر روی هر دو این مسیر اوپیویدها تاثیر میگذارن و برای ما ایجاد آنالژزی یا بیدردی میکنن. اما در دو اسلاید بعدی ببینیم در جزئیات بیشتر اوپیویدها روی مسیر بالا رونده و پایین رونده درد چه کاری انجام میدن. در این اسلاید محل اثر اوپیویدها رو در مسیر بالا رونده درد ملاحظه میفرمایید. محلی که نمایش داده شده در نخاع هستش، محلی که نورون‌های آوران اولیه با نورون‌های ثانویه سیناپس ایجاد کردن در محل نخاع. نورون‌های آوران اولیه یا primary afferent neuron که با یک بیضه قرمز رنگ نمایش داده شده، این در واقع همون رشته های عصبی هستند که از بافت های محیطی به سمت نخاع میان. زمانی که حالا رسپتورهایی که در روی این رشته های عصبی وجود داره تحت محرک های حرارتی، صدمات بافتی یا محرک های شیمیایی تحریک بشن، پیام عصبی وارد نخاع میشه و از انتهای این رشته های آوران اولیه مواد تحریکی گلوتامات و سابستنس پی در سیناپس ترشح میشه. همونجور که ملاحظه میفرمایید بر روی نورون پس سیناپسی سکندری افرنت نورون با بیضه سبز رنگ نمایش داده شده، این نورون در واقع همون ابتدای مسیر اسپاینوتالامیک ترکت هست، یعنی این نورونی هست که میره به سمت بالا به سمت تالاموس و ملاحظه میفرمایید که در روی این نورون پس سیناپسی ما برای گلوتامات رسپتور NMDA و آمپا رو داریم و برای سابستنس پی رسپتوری که با NP نمایش داده شده. اتصال گلوتامات و سابستنس پی به این رسپتورها باعث ایجاد اکشن پتانسیال یا پتانسیل عمل در این مسیر بالا رونده درد میشه و بنابراین با تحریک این مسیر بالا رونده درد احساس میشه و از نظر کیفیت و شدت و محل ارزیابی خواهد شد. اما در روی این مسیر بالا رونده درد ما نگاه بکنید به اسلاید دارای رسپتورهای اوپیوئیدی هستیم.
در روی رشته پیچ سیناپسی اگر نگاه بفرمایید، هر سه رسپتور اوپیوئید یعنی کاپا، دلتا و میو که با فلش قرمز رنگ نشون داده شده قرار گرفتن که وقتی داروهای اوپیوئیدی به عنوان آگونیست به هر کدوم از این رسپتورها متصل بشن، با فعال کردن جی پروتئین بر روی کانال کلسیوم تاثیر میگذارن، همونجور که در شکل مشاهده میفرمایید با یک علامت منفی بر روی کانال کلسیوم نمایش داده شده، یعنی داروهای آگونیست این رسپتورها باعث بسته شدن کانال کلسیوم میشن. وقتی کلسیوم نتونه به داخل انتهای رشته عصبی وارد بشه، جلوی ریلیز نوروترانسمیترهای تحریکی که یک مرحله وابسته به کلسیوم گرفته میشه. بنابراین با جلوگیری یا کاهش آزاد شدن مواد تحریکی گلوتاماد و سابستانس پی، تحریک مسیر اسپاینو تالامیک ترک کاهش پیدا میکنه و باعث کاهش انتقال درد خواهد شد. ضمن اینکه اگر نگاه بفرمایید در روی نورون پسیناپسی هم ما گیرنده میو رو داریم با فلش سبز رنگ مشخص شده و این به این معنی خواهد بود که وقتی داروهای اوپیوئیدی به این رسپتور متصل میشن، از طریق باز کردن کانال پوتاسیوم باعث ایجاد هایپرپولاریزاسیون در نورون پسیناپسی میشن و با یک علامت منفی مشخص شده روی ایجاد اکشن پتانسیال، یعنی جلوگیری میکنن از ایجاد پتانسیل عمل در نورون های پسیناپسی و بنابراین حتی اگر مقادیری هم در واقع ریلیز سابستنس پی و یا گلوتامات در سیناپس وجود داشته باشه، کافی برای ایجاد پتانسیل عمل و انتقال پیام عصبی نخواهد بود و به این ترتیب باز میتونه درد کاهش پیدا کنه. پس اوپیویدها در محل نخا در مسیر بالا رونده درد هم جلوگیری میکنن از آزاد شدن مواد تحریکی از انتهای رشته های آوران اولیه و هم با ایجاد هایپرپولاریزاسیون در نورون پسیناپسی باعث کاهش انتقال عصبی در مسیر بالا رونده درد میشن و باعث کاهش درد یا ایجاد. در روی این اسلاید محل اثر اوپیوئیدها رو بر روی مسیر پایین رونده درد نمایش میده و چون مسیر پایین رونده درد از مناطق بالاتر از نخاع شروع میشه، تحت عنوان سوپرا اسپاینال سایتس آف اوپیوئید اکشن اینجا نام برده شده. محل عمل اوپیوئیدها در مناطق بالاتر از نخاع. در روی این شکل اون مسیر پایین رونده درد رو به صورت یک نورون دیسندینگ اینهیبیتوری نورون نمایش داده شده. نورون قسم در این شکل اون نورون پایینی که به رنگ خاکستری رنگ هستش و روش نوشته شده دیسندینگ اینهیبیتوری نورون، در واقع نماینگر همون مسیر پایین رونده درد هست که اگر تحریک بشه باعث کاهش ایجاد درد خواهد شد. این مسیر پایین رونده درد از نظر عمل کرد تحت تاثیر اینترنورون های گابا ارژیک هستش. اینترنورون های گابا ارژیک که در قسمت بالا مشخصا نشون داده شده با یک رنگ بنفش رنگ، اینها نورون هایی هستند که گابا ریلیز می کنن. و گابا میدونید که مهمترین نوروترانسمیتر مهاری در سیستم عصبی مرکزی هستش. گابایی که ریلیز میشه تو این فضای سیناپسی به رسپتور گابا A که با فلش قرمز رنگ نشون داده شده روی نورون مهاری درد یا اون مسیر مهاری درد قرار داره متصل میشه و باعث کاهش تحریک این نورون میشه. بنابراین وقتی ما ریلیز گابا رو داریم، در واقع گابا یک اثر مهاری داره و با مهار مسیر مهاری درد باعث افزایش درد خواهد شد، یعنی منفی در منفی در واقع مثبت خواهد شد، داره جلوی عمل مسیر مهاری درد رو میگیره گابا. اما چه کار میکنن داروهای اوپیوئیدی که ایجاد بیدردی کنند؟ اگر توجه بفرمایید روی اینترنورون های گابا ارژید ما رسپتور های
اوپیوید رو داریم با فلش سبز رنگ نمایش داده شده. وقتی داروهای آگونیست رسپتورهای اوپیویدی به این رسپتور متصل بشن، ملاحظه می‌فرمایید یک اثر منفی روی ریلیز گابا دارن، یعنی جلوگیری میکنن از آزاد شدن گابا تو این فضای سیناپسی. به عبارت دیگه باعث میشن که اثرات مهاری گابا بر روی مسیر مهاری درد برداشته بشه، یا به صورت غیر مستقیم داروهای اوپیویدی باعث تحریک مسیر مهاری درد میشن و به این طریق میتونن ایجاد آنالژزی یا بیدردی بکنن.